بله، سلام، خوبی عزیزم؟ سلام، مرسی. ایبی تو هم باز داری؟ باز خوشگلی ندارم ولی شما. بلش کن مرسی بلش. از دلم، چشات قشنگ میبینم. قربونت برم، چه موهای قشنگی داری. مرسی، متشکرم. پس عضو جدید گروه ما توی سیتا. سیتا سیتا جون سیتا جدید منه و من دعوتش کردم تو گروهمون چون انرژیش مثبت، با جنبه است، ولی چون تازه اومده یکم آشنا نیست، بارونست، کم کم جا میفته. آره، یاد میگیره، بعد با یه سری چیزا آشنا شی. این لایو یه سری قواعد داره، میفهمی به مرور زمان. اول باید خلوص نیت داشته باشی. وای باحاله، چه مسیر طولانی سختی داری، چه مسیری داری، چقدر ما کارای سخت یاد کردیم دیگه. لایف چیزی نیست عزیز دلم. حالا بعد میفهمی که چقدر سخته اون زندگی. تو بیرون تو دنیای واقعیت به کنار اومدی تو این فضا، حالا کار داری فعلا. حالا دا کار داری، خیلی کار داری. بارون یه چیزی بگم ببخش. بارون تو یه چیزی که خوبه، پیشونی بلندی داری، راحتی. آره، باش، خیلی اوکی هم، دوستش دارم. این خیلی کمک میکنه، نه لیفت شقیقه لازم داری، نه بوتاکس، نه هیچی، چون این پیشونی بلند همیشه ابروهاتو قشنگ چروک نمیندازه. خیلی کمک میکنه، میدونی فاصله چشم ابروت زیاده، ولی من بیچاره نه. از دلم ها فوق‌العاده‌ای، ولی هم حرفی که میزنی کاملا درسته. خدا رو شکر من یکی از کارهایی که اصلا نیاز ندارم لیفت شقیقه است، چون اکثر دوستام انجام دادن، ولی میگن ما میخوایم لیفت شقیقه کنیم که مثل تو بشیم. تو میخوای واسه چی بکنی؟ بعد آره، از یه مورد خدا رو شکر معافم. ولی من یه عمل چیز لازم دارم، به کی؟ به سیتام گفتم که عمل پلکو انجام بده، خیلی چشاش قشنگ میشه. بچا این روز یادتون باشه، الان سیتا لایو دومشه، دقیقا مثل لیدا که 4 سال پیش لایو دومش شبیه کی بود؟ شبیه سیتا بود. یک سال دیگه سیتا اینقدر خوشگل میشه که باورتون نمیشه. کی بهتون گفتم. ممنونم عزیزم، مرسی که انرژی مثبت میدی. نه، ناخودآگاه مجازی با تو یه کاری میکنه. هاشمم، یعنی لیدا، 4 سال پیش که اومد اولین روزی که تو لایو من شبیه تو بود. الان 4 سال پیش لیدا رو ببینی باورت نمیشه این لیداست. من چند تا عمل رو صورتم انجام بدم، یه دونه که همه به قول فرمایش شما چشمام حالا افتادگی پلک، آره افتادگی پلک انجام بدم، خب مثلا اینایی که حالا برای پلک و این ناس، خب یه دونه بینیه، یه دونه گونه است، یه دونه زیر چشمم خیلی اذیتم میکنه، خیلی دوست ندارم گودی زیر چشممه، از بچگی دارم و من برای 1-2 روز نیست، این از بچگی این گودی زیر چشممو دارم. بعد عرضم به حضورت مثلا ژل لب تزریق کنم، لبام کوچیکه، همیشه مامانم میگفت لبات مثل قنچه کوچولوه. بچه بودم هم یه دار ضعیف به دنیا اومده بودم، ولی کلا لبام کوچولوه. لبای این باران خانومه، خوشگل قشنگه. لبای آریان هم قشنگه. آره من لبام بارونس که طبیعیه همجوری. بارونس من چند روز پیش خیلی فکر کردم و کلا خودمو اینکه کمپیر کنم، یعنی انگلیسی تو میفهمی، یعنی مقایسه کنم با دیگران، رو گذاشتم کنار. چرا؟ چون به این نتیجه رسیدم که هر کسی تو صورتش یا تو بدنش یه چیزای خوبی داره، یه چیزای بدی داره، و یه چیزای مثلا سیتا داره که من ندارم، یه چیزای من دارم سیتا نداره، یا همجور برعکس که چیزای من دارم که مثلا بارونس نداره، یه چیزای بارونس داره من ندارم، و به خاطر همین خب، و این خیلی هم داره به روح و روانم کمک میکنه. و این که میخواستم اینو بگم که تنها خوبی که من دارم هیچ وقت چیز ندارم، یعنی من فکر کنم پیرم بشم کلن خانوادگی این چروک کنار چشمو نداری، خطایی کنار چشمو. من سنتون تا حالا نپرسیده بودم، ببخشید. من امسال هیچ، من شما همون
19 حساب کنی دیگه چون رد کردم. گم میشه. اون که بچه ای ماه چهاریان. آره 18 و 6 ماه شما 19 نه واقعا چند سالته از شوخی گذشته میخوام ببینم سن چنده الان. واقعا 20 نشد. من الان یک سال دیگه 20. ای خب بچه هنوز سن پایین هنوز. سنم پایینه ولی خب چون خیلی کون دادم پخته شد. نه ربطی به کون نه میگم میگی چروک مال سن بالای 30 تا 40 ساله. نه عشقم ربطی نداره. چروک زیر چشم ذاتیه. ما یه بچه‌ای داریم 30 سالشه میخنده اینجا چروک میشه. خب اونا ژنتیکیه. ذاتی نمیشه. اوکی من میگم این ژن رو کلا تو خانواده نداریم. حتی پدر من که 80 سالشه میخنده چروک نمیشه. خوبه دیگه این چه خیلی خوبه. اینش خیلی خوبه ولی به جاش خیلی زود لاغر میشه. یعنی صورتم لاغر میشی؟ خب منم لاغر میشم. من یعنی استعداد لاغریم خوبه. من پارسال شرکت بودم قشنگ شکم آورده بودم. خب پارسال یعنی کارم یه هم سخت بود هم یه جورایی راحت بود. یعنی بیشترش استراحت میکردم یه مسیرهایی رو پیاده میرفتم ولی کلن کارم پارسال یه مقدار سبکتر از امسالم بود. خب شکم آورده بودم یعنی پشت صندلی زیاد میشستم باعث شد شکم آوردم. الان شکم هم کلن آب کردم. آبم نشد ولی یه مقدار بیشترش آب شده. ای بی یه چیزی بچه ها دارن تو کامنت میگن پیج بارونس بالا نیست. آره پیجت بالا نیست. چی کار کنم؟ میری پایین دوباره بیارمت؟ نه چیز کن یه کامنت بذار پینت کن دیگه بچه ها. یه کامنت بذار پینت کن. اوکی بارونس پایین نرو. این احمق مدیریت هم بلد نیست از ریده میشه تولایی. بابا زر نزن مدیریت رو تو باید یاد بگیری. برو پایین دوباره بیارمت بالا. هر من پینه برو پایین دوباره بیارم بالا. برو دوباره بیارمت بالا. برو باشه. برو بابا زر نزنی به نظر 20 سالشه سیتا سینا. من فکر نمی کنم 20 سالش بیشتر میخوره. آفرین بابا. ببین یه روده راست تو شکمش نیست. نه ببین من از دروغ گفتم بعدم میاد. میخوام سن. ببین من الان دروغ نگفتم. من میتونستم بگم 30 سالمه. خب برای چی دروغ بگم؟ چی آید من میشه؟ چی آید تو میشه؟ چی گیر من میاد؟ چی گیر شما میاد؟ خب ببین آدم وقتی راستگو باشه شاید تو یه سری مسائل آدم مشکلات همو بهتر درک کنه، مشکلات همو حلش کنه. میدونی منظورم چیه؟ ببین الان من 41 سالمه. خب شما وقتی که اینجوریه خب طبیعیه. من 41 سالمه خب پلکم داره افتادگی پلک پیدا میکنم. متوجهی؟ خب آدم وقتی مثلا 30 سالش باشه بیای بگی مثلا من 20 سالم نشده هنوز 19 سالمه. خب من یه ذره آرایش کنم یه ذره کرم بمالم از 40 میام به 30 میرسم. خب درسته آقای ابراهیم؟ بله آره. خب آدم آرایش کنه خب جوون میشه دیگه ولی سن واقعی تو بگی ایرادی نداره. خانوما کلا صدا خشخش میکنه. این صدا خشخش مال توه بارا چیز بارونه؟ نه خشخش. نه واسه من هیچ صدایی مایک تو به من هیچ صدایی من مال خودته. مایک تو به من مال خودته. صدا خوب شد. مال مال سیتا بود. نبود کوله. نه مال بارونه مال بارونه خوب شد. زر نزن تو هیچ. میدونی چی به چی آخه تو ببین ایشون الان چند سالی که من ایشون میشناسم هی میگه 20 سالمه. 18 20 رد نمیکنه. یعنی تو 18 کرده. آفر نمیدونم چرا راستشو نمیگه. نمیدونم. خب خانوما اغلبا میگن اینا دوست دارن سنشون کسی نفهمه. بابا یا خانوم این کجاش خانومه؟ این نرخر کجاش خانومه؟ خب مرد کجاش به خانوم خوده؟ الان شما اسم مرد میذاره ایشونو؟ ایشون تبدیل خر با اسب بچهشون چی میشه؟ اسب و خر میشه قاطر.
معنی خاطره. نه بی اعتنابی به هم نکنیم. اسم جدید ایشون خاطر هست دقیقا خود خاطره که نه معلومه پسر نه معلومه دختره. جدی دارم بهت میگم خدا شاهده. الان ما هم توی این وضعیت مشکل. نه نه این قضیه شما فرق میکنه. ایشون یه بار میگه پسرم، یه بار میگه دخترم، یه بار میگه زن دارم، یه بار میگه شوهر دارم. این دقیقاً قاطره، خود قاطره. راست میگه. من تو پیجات یه سری دیدم رفتی میگفتی میخوام برم الان خواستگاری شوهرم از اون میاد نمیدونم زنم از یه چیز به هم هنگ کردم اونجا. گفتم الان تو چه فازیه این آریان؟ کلن ثبات نداره این قاطر. خانم سیتا من گرایه جنسیت من پسری من که استایل دخترونه میزنم. آها گرایش پسرونه من پسرم ولی استایلم دخترونه است. بارونس میدونه من پسریم که دختر نما هستم، یعنی لباس زنونه میپوشم آرایش میکنم. این چه مشخصه ولی نه میخوام ببینم الان مثلا یه ترنس خوشگل جلوت باشه نمیکنیش؟ من فقط چیز من فقط 90 درصد کون میدم، 10 درصد هم که میکنم فقط فیتنس مردای فیتنس بازار میکنم. گو میخوره هیچی مرد... چیزی فیتنس تا به این نمیخوره. ورزشگاه میکنین فقط مردای یعنی... ورزش آره مردای ورزشگاه اونا... خب من اونا رو دوست دارم بکنم. بعد چی جوری مال تو الان میگه 30 سانت 30 سانت رو برمیداره یارو؟ او مای گاد چی میگی بارونس؟ بگو چجوری کیر میخورن بدن ساز. آخه سینا جان مرد بدن ساز میاد با این قاطر میخواد. من ترجیح آقا مرد مومن کدوم بدن ساز میاد با این قاطر بخواد؟ بابا این به خدا زبونه، همش زبونه. اگر نه یه وقت مثلا بگی آره مثلا یه خانومی از آلت من خوشش اومده مثلا این آدم قبول میکنه میگه آره مثلا آریه اندیش و پیش و خوره تا بارونس مایکتو ببند مایکتو ببند مالت بابا تو ببند هی نگو به خود مال خودت دیگه. خب الان صدا قطع بگو آره ببین مثلا یه خانومی خب مثلا یه خانومی آقا هم هست من توی مثلا توی مسیرهایی که میرم میام یه دفعه مثلا یه سری من اینا رو توضیحات دادم گیان. خب گی ها دو قسمتن، یه سری ها مفعولن یه سری ها فاعلن. خب گی ها چهره کاملا مردونه دارن. خب گی ها یه وقت مثلا یه گی مثلا مفعوله میاد به تو پیشنهاد میده میگه من از حالتت خیلی خوشم اومده بیا من ترتیبمو بده. اون آره اون درسته نه. ولی مثلا یکی که من... گی من عشقم ساری ولی من گی ها رو نمی کنم. خب گی ها اصلا ببین قانون گی ها میدونی چیه؟ گی ها اصلا به زن ها هیچ علاقه ای ندارن، متوجه ای؟ I don't care که من برای مهم نیست که گی ها به چی علاقه دارن ولی من کونه گی ها نمیذارم، من فقط کونه استریت ها میذارم. اینی که گفتی یعنی چی هن اینا؟ مردن چی هن؟ فاعل هن؟ بکنن؟ ببخشید ساری یه لحظه سکوت میکنم الان بهت میگم. استریت ها مردایی هستن که با خانوم ها رابطه دارن، میگن استریت یعنی گی نیستن. خب من اونا رو میکنم، من کونه گی ها نمیذارم. ببخشید گی ها یعنی گشادن خب اون با ببینی گرایشش چجوریه، یعنی میره طرف زن میکنه بعد میاد به تو میده؟ آره من اونا رو میکنم. اینا میگن بایسکشوال میگن چی میگن اینا من دقیقا نمیدونم. چی نداره عشقم، دادن یه فانتزیه، قرار نیست که حتما یکی داد بشه با اینا. ببخشی من چیزم وشتریانم یعنی گیاهخوارم، در سالم یه بار میخوام ببخشی گوش بخورم، ربطی نداره. نه اون که مشکلی نداره، اون گرایشات به هر کس برای خودشه دیگه، هر چی شما
آره. دوست داری همون انجام میدی، برای خودت زندگی میکنی، خرجت هم من نمیدم، این نمیده اون نمیده، برای خودت داری زندگی میکنی، هر جوری هم دوست داری رفتار کن، هر جوری هم داری برای زندگی خودت تصمیم بگیر، خیلی هم عالی، چه مشکلی مگه؟ نه نه شما میگی مثلا یه کسی که کون میده میشه بای، نه قرار نیست که یه کسی میخواد ببخشید فانتزیش یه بار کون بده بشه بای، نه من کسایی که مثلا من فقط مرده باکره رو میکنم که تا حالا کون نداده باشم. آها یعنی پرده شونو تو بزنی؟ نه بس پرده نیست، دوست کسی که بفهمم مرده که تا حالا کون داده آف میشم. چرا؟ خب اون که بهتره. نه آخه چون من کیره، من خیلی با ارزشه، من یه سیسی هم، من یک عشقم، من یه دوتا سینه خوشگل 70 دارم، گرد لاغرم، تاتو دارم، کیرم 30 سانته، فکر نمی کنم این کیره به این خوشگلی کلوفتی لیاقت هر مردی باشه. درسته. آره حالا؟ من کیسام که میخوام بکنمشون فرق میکنم. حالا واقعا همچین کسایی پیدا میشه مثلا برای بار اول بگه من از تو خوشم اومده میخوام فقط به تو بدم برای بار اول؟ خیلی، مثلا از 90% پیامایی که دریافت میکنم همشون میشه منو بکنی، میشه کیره تو ببینم، میشه برای سک بزنم. کجا میفهمی اینا بار اولشونه؟ خب من با کسی که حسم خیلی قویه، مردی که تا حالا کون داده باشه میفهم. مثلا ابی یه کون مخفیه، کون زیاد بده ولی به روش نمیده. ببین بابا گم اینجوری نیست. نه ببین علکی خودتو گول نزن، یکی مثلا کونش تنگه یه ماهی هم نداده، خب میاد وقتی با تو رابطه، خب گوش کردی؟ حتی پزشک قانونی هم نمیتونه نشون بده که این کی داده، خب یعنی یک ماه از دادنش بگذره پزشک قانونی هم نمیتونه تشخیص بده این کی داده. خب این شما مثلا میری تو رابطه فکر میکنی این تنگه، این اولین بارشه، خب ولی در جایی که قبلا یه ماه پیش به کسی دیگه داده طرف، نمیتونی بگی من حسم قویه. چیزه اصلا شوخی برداری نیست، این مسئله شوخی و جدیه این مسئله. ببین شما مثلا یه نفر رو مثلا طرف یک ماه پیش سکس داشته، خب از عقب معقب یه لحظه تو کلامه دنیا خیلی داری گو میخوری. ببین اینم از همجنسات ها، دنیا اینقدر گو میخوری که باید بلاکت بکنم. دادن مال امثال مثل توی گوساله با قیافه انگار شبعی گوسال همین مونده که تو بیای چرت و پرت بگیر راجع به من. سگ توله، تو برو به فکر قیافت بکن، انگار روحی، انگار شبعی. ببرو نمیدونم سگ اینا رو میکنه بلا نسبت. ببرو ببینم چی گفت. دنیا خواهرم سگ زرد برادر شغاله. گم شو ببرو بیرون دنیای حرم. مگه من با شوخی دارم؟ گم شو ببرو بیرون. یه بار نه 10 بار دیدم بی احترامی کرد به من. کسی که بی احترام میکنه میاد دقیقا بلاگ میشه میاد بهت میگه. من علکی کسی رو علکی بلاگ نمی کنم. آخه یه بار مردم باید فرهنگشون بره بالا، برای چی میان تو لایو بی احترامی میکنن؟ فرهنگ چیه بابا؟